خاک تو سرت با این رانده کردن. بابا کجا بودی تو؟ پسر تو کدوم گوری بودی این همه مده؟ همون گوری که تو بودی. بده بیاد بیرون. نه ماندنو عزیزم کجایی؟ اینقدر بهت زنگ زدم تلفونتو چرا جواب نمیدی؟ بس کردم تلفونمو. ورشکست شدن یک چیزه، بیچاره شدن یک چیز دیگه. آدم ورشکسته دستش خالیه، آدم بدبخت مغزش. این روزا کجا مشغوله؟ تو کار دکوراسیون داخلی هم. دکوراسیون؟ خودی تو دکور میکنی یا مردم؟ راستشو بگو. تو یکی برو دایی تسی. آفرین، آفرین. ببینم رامی، هنوزم داری تو همون نمایشگاهی که کار میکردی کار میکنی؟ نه بابا، این روزی زدم تو کار وکالت. جدی میگی؟ الانم که میبینی دارم به وکالتی که دوستان بازی میکنم. ایه سیاوش، این روزا نون تو کار وکالت. تو چه مارموزی هستی؟ رانا، یه چیزی بهت بگم، ناراحت نمیشی؟ نه چرا؟ آخه خونه داریم شوشو. تا حالا موقعیتش پیش نیومده کار کنم. یعنی اگه موقعیتش پیش بیاد تو حاضری کار کنی؟ تا چه کاری باشه؟ حاضری سرمایه گذاری کنی؟ برای چه کاری؟ ببین، من میرم ترکیه جنس میارم. خوب. لوازم آرایشی. چه خوب. سودش هم عالیه. دوست داری با من شریک بشی؟ چرا که نه. چیه؟ کجایی؟ رامین چی بگم برا؟ تو این نوسان دلار تامین کننده ها پول به هیچ کی نمیدن. مشتریان پولامو ندادن. برشکست شدم رفت. پس فراری بودی من گرفتم. برای؟ همه چکام برگشت کرده. تمام شد رفت. مالا انبالمو مصادره کردم. چکام افتاده دست شرخر. دنبالم هم. اوزام خیلی خرابه رامین. میدونی چیه؟ ماشین زیر پا 200 میلیون تومان پولشه. بفروش و شکاتو باز کن. ای بابا، اونم برای خودم نیست، زدم به نام زنم. میدونی چیه؟ برو خودتو بکش. همین. بابا رامین چی داری میگی؟ اینو خبر نداری؟ چند ساله دارم واسه فامیلای زنم فیلم بازی میکنم. اونا فکر میکنم من میلیاردرم. یه راه حل جلوی پای من بذار. سیاوش، باید قاعده بازی رو بلد باشی. همین. ببری. شما قراره تو این فیلم داستان بیچاره شدن یه ورشکسته رو ببینید. پیام فیلم رو هم همین اول میگم. آدم ها برای ورشکسته شدن اول باید بیچاره بشن. حالا با خیال راحت فیلم رو تماشا کنید. شوهرم میگه نه. میگه دلم نمیخواد جز خرج کردن کار دیگه ای با پول داشته باشی. آخه باش قهر کن. فایده نداره. میگه این پولا واسه من پول نیست که. دلم نمیخواد زنم کار کنه. یکم متعصبه. بله. تو کی میخوای لخ خاک بر سر باشی؟ وا وا نداره. میگم یه از طریق قانون حقتو بگی. یعنی چی؟ یعنی که مهریتو بذار اجرا. بگو اندل مطالبه. شوخیت گرفته؟ خود دانی. چاکر از خرقا. چاکر اسخر آقا. آنچه خیره؟ دست خور اومدی؟ اسخر آقا ثروت چشاتو کور کرده. ببین سیاوش، اگه دنبال جنس اومدی هیچ خبری نیست. 6 ماه تصفیه نکردی. بابا بذار نفسم بالا بیاد. یعنی چی آخه؟ یعنی چی؟ بابا یعنی همه چی که برگشتی؟ فقط به احترام رفاقتو بگم که نذاشتم همیشه اجا. هی اومد جنس بردی، گفتی تصفیه میکنم. نکردی. بیار حساباتو تصفیه کنا. یه قرون دوزار نیست یا بشا. به جون خودم نباشه، تو بمیری اگه دروغ بگم. یه کار دستمه که بستمه. یعنی انقدر پول توش هست که هم پول این چکار رو بدم، هم پول این ستی که الان میخوام ببرم و بدم، هم اصلا یه پولی هم میذارم پیشت باشه. اصلا حرفش نزن. شانس آوردی با معمون نیومدم سراغت. تا آخر همین هفتم همه چکاتو باید پاس کنی. در غیر اون صورت شرمندم سیا بشا. میفهمی؟ آخه اسقر آقا خب زنگ بزن الان بیاد منو ببرن بندازن زندان دیگه. خود داری میگی یه قرون دوزار نیست، یه مهلتی، یه زمانی.
سیاوش فقط تا آخر این ماه وقت داری. شوخی هم نمی‌کنم تا آخر این ماه. چش. یا اسخر آقا میشه این ست کنار رو ببرم؟ سیاوش رو مخ من رو نرو. اعصاب ندارم ها. ده پاشو برو. خب تو مگه نمیگی شوهرت پول داره؟ پس دیگه چه مرگته؟ آخه روم نمیشه. روت نمیشه؟ خاکتون سرت. ای نداره. من روز اول که عروسی کردم همش نگاه هم به دست شوهرم بود. ولی یه جایی تصمیم گرفتم که مستقل بشم. الانم دارم حال دنیا رو میکنم. یعنی میگی برم دادگاه مهریم بذارم اجرا؟ بله. خب اگه این کارو نکنی از کجا بفهمه که تو جدی هستی؟ آخه نداره. آخه زهر مار اصلا به من چه ربطی داره؟ من نمیخوام آدم بده داستانه شما بشم. اوزه خرابتر از اون چیزی که فکرشو میگردم. به جان خودت به دلم برات شده بود که اینا چکو برگشت میزن. برو بالا. برده دادگاه؟ کاشی رفته بود دادگاه. بابا بگو چیکار کردن دیگه زهره ترک شدن. چکت افتاده دست بهروز. خب میشناسمش. بهروزیه. یه شرخره حرفه‌ای. اگه دستش به چکت برسه پشت میلای زندونی سیاوش. گوش بده. بهروز اینجا دیدمش الان. دیدیش؟ همین الان اینجا بود. یه چند وقت دم دفتر دافتابی نشو تا یه فکر به حالت بکنم. زود باش بریم. ببخشید، عذرخواهی میکنم. کارت خون داری؟ جان؟ پول خورد ندارم. ببخشید، ویلای شقایق اینجاست. تو اومدی اینجا دم خونه سیاوش سراغه ویلای شقایق رو دیدی؟ بچه اومدی اینجا خونه میخواه. ببین نقطه بیم بیهانه. بله آقا جو. زخم شمشیر که ور نداشته. بگی بشین دیگه. بشین. دست شما درد نکن. رنا این آدم جوشی غیرتی تو دعوا حواسش به چی نی. کلاشو بگرد ای بیرادی نشتی چیزی پیدا نکرده باشه. اختیار دارین آقا جو. شما عزیزی. وقتی یه مرد با 10 تا نامرد درگیر میشه تو این هاگیر و گیر از پشت سرش سنگی تیزی تندی چیزی بزنن گرم کارزار حالیش نی. رفت یک ساعت بعد بگه چرا اینجان درد میکنه. خوب نگاه کن که مشکلی پیش نیاد. من که تنها نبودم آقا جون. آقا سهراب هم بود. ولی اولش خب شل اومد. نگو اصلا این فن نشه. یعنی یهو اومد طرف که شیر شد همونطوری که من اون وقت داشتم 4-5 نفر رو خل سلا میکردم قمه هاشون رو میگرفتم ایشون هم قشنگ زد دوتاشون رو قپونی کرد. مگه نه؟ بله من که فقط سابه کردم. یعنی فقط جداشون کردی؟ حالا تو این هیری بیری یه بشکونه میکی رو گرفته. ولی من نکن چشم آب نمیخوره. آدم سوسول اهل درگیری رو بزن بهادر باشه. نه آقا جون، آقا سهراب هم در حد دو سه نفر خوب مایه گذاشته. من که اصلا نفهمیدم شما چرا دعوا کردین. آدم تو این دوره زمونه با کسی دعوا نمیکنه. ده شما خانوم این حرفا رو حالیت نمیشه که. وقتی یه مرد میبینه که 10 نفر ریختن سر یه بچه، خون جلوی چشاشو میگیره، پاشنه کفششو میکشه، میپره مثل ببر که جون بچه رو نجات بده. یعنی اگر این کارو نکنه، اون شبو به صبح نمیرسونه، وسط راه دق میکنه. آقا جون، بچه کجا بوده؟ سال آخر دانشگاه سهراب. به سال آخر اول دوم نیستش که. به جوهر و جنمه. بعضیا دارن بعضیا هم ندارن. پر دست خودشون نیست. دقیقاً. چقدر زیبا صحبت میکنین آقا جون. واقعا آدم لذت میبره. رنا پشت شما آماده کنیم که آقا جون ضعف به موقع گفتیم. تا هم پاشو جوری ها و آماده کنیم که دیر میشه. پاشو بابا. چه هوایی دارم اونجا. چه حالی، چه جوجه‌ای بزنی. نه بابا آتش هنوز هاره، بذار. آره بابا شما زحمت نکش من ردیفش کنم. بیا تو پیگیر باش. چشم. حس و حال داره ولی زغالش مال نی. ردیفش میکنی. میگم سیاوش جانه، این پسر جانتو هیچ رقمه تو کت من نمیده. اه جانتو
چه کاره هست؟ اصلا عصب داره، بابا ننش کیم. اتفاقا باش حرف زدم پرویز خان. پسر فوق لیسانس وکالت داره. پدر مادرش هم ایران نیستن. درسته جلوی شما که عقاب معرفت این گنجیش کم نیست، ولی پسر بعدی هم نیست. پسر پر روی هیچی نداره، سفید چشم، میخواد بیاد روبروی ما هم بشینه. خوبه خودت از این دست لاتوبوتا درش آوردی. بابا پرویز خان در جریان نیستی، جوان الان این هم نیستن. میرن تو خیابون با یه بال پایین یه چشمک به هم شماره میدن، دوست میشن، عاشق میشن. ول کن هاشر، به ما ربطی نداره که. میگم هیچی به چی نیاد اینجا وبال گردن ما بشه. فکر نکن سیاوش، خودتو نگاه نکن. به جان عزیزت اومدی خواستگاری دخترم، بین دو ابروت نگاه کردم فهمیدم آخرشی. من نوکرت. گدا بودی ولی نره گدا بودی، عبایی هم نداشتی، تکلیفت معلوم. سر پنج سالم به مال و منال رسیدی، ماشین عوض کنی مثل دمپایی، پولت هم اصلا مثل برگ چنار زیاد. ولی میخوام بگم آدم تو بشناس. درست. حرفی که میزنم باده معده نیستا. بالاخره چی؟ نمیشه اینا رو همینطور یه لنگه پا نگه داشت که. ساده یا بلدم چیکار کنم. مهریه میزنم جلوی پاش که کوه نتونه زیرش بره. خرج عروسی میزنم گل پاش که رستم زیرش بذار. یه چیزایی نمیدونی یا. با جناق سیاوش باید در حد و شأن سیاوش باشه. با عزیزم دوستت دارم، چشمات چه خوشگله، بریم غروب آفتاب و تماشا کنیم. نمیشه زندگی درست کرد، پس رو پای بچه میاد خرج داره. دقیقا. چرا اینجوری میکنی؟ خانم دل لختی نداره کف سرم. نه انقدر خوب برات تاپیک زدم که تا شب برم. دستت در نکنه، میگم خدا رو شکر به خیر گذشته. بله خدا رو شکر، بابا من بالاخره راضی میشه. میتونی این دوتا همدیگر رو دوست دارن، هم دانشگاهی هن. پسرم که پسر خوبیه، خوش تیپ هم، از کلی هم مور داره. میگم سیاوش. بله. اوضاع کاروبار چطوره؟ بد نیست. فردا میخوام برم 4-5 هکتار جنگل بخرم. جنگل؟ آره دیگه بابا، من اصلا تو خونه های 2-3 هزار متری احساس میکنم تو زندونم. هم برای ویلا سازی کنم، یه خونه شیک و لاکچری 7000 متری درست کنم، اصلا حالشو ببریم. بعدش هم برای اینکه رویم عوض شه فردا میخوام برم مازم بگیرم. ماز چیه؟ مازراتی. مازراتی؟ آره. بابام میگه ماشین شده این دمپایی واسط. چاکرتی. ببینم تو نکنه تعارف میکنی با من، اگه چیزی لازم داری بگو. من تا حالا از تو چیزی خواستم؟ اصلا من عاشق این اخلاقتم، نمیدونی چقدر جذابه. میگم سیاوش برات یه نامه اومده. نامه؟ از کجا؟ نمیدونم، من خیلی خوابم گرفته، برم بخوابم. بابا جریان این نامه چیه؟ چرا یهو فشارت میفته؟ هیچی، فردا بهت میگم، الان خیلی خوابم میاد. راستی خواستی بخوابی دوبار سرتو میشوری یا باشه؟ الان داری تیکه میندازی؟ نه عزیزم، اون تاپیکات میریزه رو بالشت، بالشتو سیاه میکنه. دوبار سرتو بشور. شب بخیر. من نمیدونم اینا رو برق میگیره تو این سن و سال. داریم حرف میزنیم یهو میگه نامه، یهو اصلا نشناختیم این زنها رو. خدا چرا این نقطه ضعف مو نداشتن رو برای ما گذاشتیم؟ ببین تو بمیری تو ماشینم، تو یه دقیقه دیگه اونجا نگاه کنیم برای الان میبینی منو. خدافز رنا بود و تاپیک من کجاست؟ باز گمش کردی؟ بابا الان تو زدی پاشیدی همه لختی های سر منو گرفتی. خیلی خب بشین صابونت رو بخور. ببین اصلا کلی عجله دارم، یعنی با 1000 نفر جلسه دارم، 2000 نفر منتظرم، من 3000 واحد رو باید دکل کنم، همین امروز تحویل بدم. به من چه؟ من کارت دارم. خب چی کار داری بگو. ببین خواستم ازت بپرسم این قضیه جنگل درسته؟ جدیه؟ بله. یعنی تو واقعا میخوای جنگل بخری؟ آره، اصلا سفارش کردم بچه‌ها برن یه جنگل با درختای بلند بدون لختی، یعنی از بالا نگاه می‌کنی این موی سر من نباشه. واقعا بهت افتخار میکنم، تو روز به روز داری بهتر میشی. شما روز به روز داری بهتر میشی، چاره نداریم ما. بشین بعد لقمه بگیر صابونه. ببین یه لقمه خیلی عجله دارم. بعد تو میخوای حرف بزنی چرا انقدر میپیچونی؟ خب بگو دیگه. ببین برات یه نامه اومده. دیشبم ندادی این نامه رو.
برای اینکه نامه رو بهت بدم یه شرطی داره. چه شرطی؟ اینکه الان نخونیش. چرا؟ برای اینکه باید بعدم بخونیش. شما بده ما بعدم میخونیمش. چیه؟ معماییه اون زیر میذاریش؟ پاشو برو دیرت میشه. بله بخش شدم این تاپیک هم کوش تو کیفته. الو ماندانا سلام خوبی؟ تموم شد. آفرین به تو، من میدونستم تو آدم باهوشی هستی. این ما الکی مردا رو گنده میکنی. امیدوارم که حرفی که تو میزنی واقعیت داشته باشه. باشه عشقم، بیا شرکت میبینمت. من منتظرتم. قربونت، خداحافظ. داری چی کار میکنی؟ دارم اوامر جنابالی رو اطاعت میکنم. پول چی شد؟ خودت که بهتر میدونی پول تو بازار نیست. تو متوجه نیستی من چک دارم؟ چند تا چک دستم رسیده. صاحبش بعضش خوبه، میشه پولش کرد. 30% یه دندون روجگر بذار، همش تموم میشه. بدو همراه دیگه ای باشه. نه بهروز، بهروز کجا میری؟ چند بار بهت گفتم تو پاساژ نه. هر روز کارش همینه ها. یه نگاه تو آینه به خودت بنداز. تو دیگه بس کن، منزه کافی دستم دارم میکشم. تقصیر خودته، حیف تو نیست. خوبه لااقل تو میفهم. نمیگی کجا میری حالا؟ بعدا با هم حرف بزنیم. به منم یه سر بزن آقا بهروز. لیندا سیاوش جان. بله جانم. آقا سیاوش. بله بفرمایی. نه شما باید بفرمایی. نه شما بفرمایی. من بفرمایم. بله شما یه برگ کاغذ پیش ما داریم. آه. روش عدد نوشته شده، زیرش امضا داره. چکه. بله چکه. آره. چی کار باید بکنی؟ چکو؟ بله باید مراحل قانونیش طی بکنیم دیگه. آبا یعنی ما باید ببریمش بانک. آفرین. برگشت بزنیم، باید ببریم دادسرا، حکم جلبشو بگیریم. دقیقاً. گرفتیم. الان حکم جلب داری؟ الان شما باید پولشو بدی. آها یعنی ما دیگه آره دیگه. شما یعنی آره دیگه. این چیه؟ چی؟ بدونه باید سبینم باید ساره باز نمیتونی از دست من در بری. در رو باقو بگم این در لعنتی رو باید باید سبینم آقا سلام. سلام. ببین من یادت میاد رفیق رامی؟ آره یادم میاد. ازش خبر داری؟ خیلی وقت اینجا آفتابی نمیشه. ای بابا ببین میدونی خونه اش کجاست؟ آدرسشو دارم. نوکرتم. ببین بگو. رامین خنگ، رامین تنبل، رامین مدعی بود.
این که قهرمان داستان ما چیه که با اون مشورت میکنه رو نمیتونیم بگیم، اما رامین هرچی بود واسه بیچارگی اون به اندازه لازم کافی بود. دوست خوب یعنی رامین. رامین جان من، خونه باش. ای سلام رباب خانوم. به حال شما چطوره؟ قربان شما. چی شد بعد از این همه سال از این طرفا؟ نفرمایید این حرفا رو. آرامین هستش؟ همومه. میتونم بیام تو؟ چیکارش داری؟ یه کار خصوصی. خصوصی از که ایتالا حرفای خصوصیتون رو به رامین میزن. هم موقعی که بدبخت شدم. خدا نکنه بلا دور، مگه چی شده؟ رباب خانوم میخواین اجازه بدین که من در بیام تو؟ ای با چرا در وایسادین اصلا؟ بفرمایین تو بیاین تو. سیاه وقتی من با آدم از هیچی نترس. بابا رامین تو فقط لب و دهنی، هیچ کار عملی انجام نمیدی. بس همه حرفا رو واسه عمم گفتم. آدرس من رو کجا پیدا کردی؟ واسه به معرفت رفیقات که آدرس تو رو دادم به من. یعنی رفیق من در و داغونه دیگه. رامین زنم مهریهشو گذاشته اجرا. مهریه؟ بله، تو این بدبختی که من بهروزم افتاده دنبالم. حالا چقدر هست؟ 1000 تا. 1000 تا چی؟ فالوور اینستاگرام، ممبر تلگرام، 1000 تا سکه 2 میلیونی دیگه. آقا رامین موضوع چیه؟ چی شده؟ میشه شما فالگوشوایی نستید؟ وای دیگه فالگوشوایی زدنه؟ تو رو خدا میبینی با من چجوری حرف میزنه. حالا نگفتی مهریه چقدره؟ جان مهریه اینم چی کار کنیم؟ اونو ولش کن. درس اول نهار تو رستوران. من منتظرم، یه هفته دیگه فرصت میدم. آ خداحافظ. چطوری عشقم؟ عزیزم خوش آمدی. قربونت بشم زیبا. چه خبر؟ شما چه خبر؟ بعد موقع که مزاحم نشدم؟ نه بابا، یه بار ریمله از ترکیه قرار بیاد. امروز فردا، امروز فردا. کلافم کرده. من نمیدونم این مردا به درد چی میخورن. تو چی کار کردی؟ من چی مشغولم دیگه. چی شد؟ میدونی از وقتی نامه رو بهش دادم پشیمون شدم. برای چی پشیمون شدی؟ حقته، مهریته. من ندام تو کی میخوای بفهمی؟ آخه میگن مهریه رو کی داده کی گرفته. من گرفتم، اونم از شوهرم. چه میدونم، خدا کنه بهش بر نخوره. اصلا برای چی بهش بر بخوره؟ مگه میخوای بری خوشگذرونی کنی با پولش؟ میخوای بینی تو اجتماع سرمایه گذاری کنی؟ تازه به نفع اونم هست. چیزی میخوری برش بیارم؟ نه سیاوشه. خب الو سلام سیاوش، خوبی؟ تقدیم با عشق. ممنون. هر چند وقت یه بار یه چیز جدید رو میکنی؟ چی کار کنم؟ عشق با آدم چی کار رو که نمی کنه. بعدش هم آدم همه توانایی هاشی که یه دفعه رو نمی کنه. بفرمایید خواهش بکنم. اینجا همیشه اینقدر خلوته؟ نه همیشه خیلی شلوغه.
من به خاطر شما قروقش کردم. یه اعترافی بکنم؟ بفرمایید. فکر میکنم هنوز نمیشناسمت. خب حق داری، من همش سر کار، شما همش خونه، این به بعد بیشتر وقت میذاریم برش. چی بگم؟ هرچی دوست داری بگو. بلش کن. ده نشد دیگه، امروز روز شماست. آخه نمیخوام خرابش کنم. شما هرچی رو خراب کنی، اول آبادیه تازه. رهنه خانم، درباره اون نامه؟ هزار تا سکه که هیچی، تمام سکه‌های دنیا هم جمع بشن من به یه تار مود نمیفروشم. شرمندم. آخه با شرمندگی که نمیشه نهار خورد. منو میبخشی سیاوش؟ آخه رنا، یار مهربونم، من کی باشم که بخوام تو رو ببخشم؟ این حرفا چیه؟ اگه نبخشی نمیخورم. الان وقتی این حرفا نیست، باید غذا سفارش بدی. ببین اصلا نظر چیه راجبی که اینجا رو بخرم؟ بخری؟ آره، که این قرار دو نفرمون همیشه به یادمون بمونه. اول بذار ببینیم غذا چجوریه. دقت کن، فضا رو خودمون دادم. خیلی ممنون. اول خانم. فیلی مینیون با سس چیلی میخورم. دو تا فیلی مینیون با سس چیلی. قربان، مدیریت رستوران با شما کار داشته. ای بابا، هنوز کلامم منعقد نشده که میخوام بخرم، سری مدیریت کار داره. هر جا میرم داستانم همینه. یه دقیقه تو بشین تا من بازم چه کپچت خروس میخونه. بابا همه چی عالی، یه جوری داره پیش میره فکر کنم بتونیم یه پول گنده دستی هم ازش بگیریم. بعد تو بگو من به چه دردی میخورم. من وکیل حاضر. بابا حرف نمیزنی تو. این فیلم مینیون چی شد؟ خفش میبینم بابا. فیلم مینیون چیه؟ دو تا معمولی گذاشتم برای دو پیاز. یالا یالا ببینم. بذار ببینم چیکار باید بکنم. آقا حسابی تو ما رو بکنیم، شب مجلس داریم. چه خبره؟ دونه به دونه. اول قضیه این پرستوی عاشق. بیا. دوباره صحبت پول شده این در. به به. چی کارت داشت؟ هیچی، یارو زغمر شد از این که قراره من شریکش بشم. ببینم شام عروسیمون چی بود؟ چیز جوجه کباب بودن؟ نه، اون اصلیه. چلو کباب؟ چلو کباب. گفتم به یاد شب عروسیمون چلو کباب بزنیم. خوبه دیگه. دست شما برد. بفهمید، خواهش میکنم. منم برم دستمو بشورم و بیام. سلام ماندنا، خوبی؟ نمیدونی چی کار داره میکنه. یعنی چی؟ ببین، انقدر خوبه که دلم میخواد هر روز مهریه‌مو بذارم اجرا. بزن قشنگ بپاچه. داره میپاچه دیگه. یعنی همه لختی ها رو داره میگیره؟ همه جا شاخه لخته. مسخره کردی؟ نه، راستشو گفتم. تازه یه چیز دیگه هم خواستم بهت بگم. چی؟ سیاوش، من خیلی دوستت دارم. باید برم سر کار رهنا. تو بهترین مرد دنیایی. میدونم، کاملا متوجهم، حق داری. ولی من مهریم رو میخوام، همشم میخوام. پاشید. ولی اگه این نمیپاشه، اگه این لختیاشو نمیگیره، به خاطر اینی که درش بسته است.
بعد این همه سال خودم میرم لختیاشو میگیرم. کچل من مهریم رو میخوام، همش هم میخوام. رانا 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 رامی 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 قهرمان باحال داستان ما ملتفت نیست که دوست خوبش رامین اونقدر خلاف تو پرونده‌اش داره که از همه کس و همه چیز پنهون میشه و از دست همه هم فرار میکنه. وای هر موقع اسم عملیاتو میاری رعشه میفته به تمام وجودم، چون میدونم که نمیشه. با علم به این آگاهی باد میرم تو دل عملیات. گفتم زغال لیمو بگیره یه چیزی رفته گرفته، اونو که میخوایم نیه ولی کار را میدازه. بفرمایی بفرمایی. خوبه بعد نیه. خیلی خوب، خیلی خوب، زنده باش. خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. آقا لیاقت سری از هم سواییم، حالا شراکت در رفته عین دوتا داداشیم. بله کاملا مشخصه. سیاوش داماد بزرگمه. آقا لیاقت اینجوری دوماد ده تاش هم کمه. نازنین پرویز خان همیشه به من لطف داره، شرمنده. بگی چاقش کن، بگی چاقش کن. سیاوش کن تو که غریبه نیستی، خیلی وقت بود یه چیزی می‌خواستم بهت بگم. خواهش می‌کنم. به همین قبله روم نمی‌شد. ای پرویز خان طوری شده جان من؟ ناراحتی قلبی؟ نه بابا. گوارشی؟ پروستات؟ سرطان؟ با من راحت باش. زر می‌زنی بشین سر جات ببینم. سرطان کدومه؟ میخوام ویلاتو بفروشم. یه کاری داریم انجام میدیم، مجتمعی که با آقا داریم میسازیم. پول کم آوردم رو راست. تا هم به رعنا گفته بودیم میخوای بزرگترشو بخریم، گفتم حالا که سیاوش چپش بره اونم بکشیم تو کار دیگه، مال خودمونه دیگه. اختیار داریم پرویز خان، اون ملک متعلق به خودتونه. شما هر موقع بخواین من از اونجا میرم خونتونه. ولی خواهش میکنم این شخص من از خونه قلبتون بیرون نکن. این وقت روز تو اینجا بدون رعنا قضیه چیه؟ والا نمیدونم من کجا بگم. تو که منو کشت دلنگرونم کردی، بگو دیگه. روم نمیشه. میگی یا نمیگی؟ چشم، رعنا رفته دادگاه مهریه‌اش گذاشته اجرا. چه کار کرده؟ پرویز خان به جان خودم اگه دروغ بگم 100 تا مهریه فدای یه تار موی رعنا، 100 برابرشو میدم. فقط بدونم چرا کار اشتباهی کردم. دیگه منو دوست نداره، چیزی ازم خواسته فراهم نکردم، یا لیاقت دومادی شما رو ندارم. من همه چیزم کف دستمه. شما بگی برو میرم، شما بگی بمیر میمیرم. فقط یکی به من بگی چرا. این کمترین حقیه که دارم. خدایا منو بکش از دست این دختره خلوچلم خلاص شم. ناراحت نباشم. چجوری ناراحت نباشم؟ شما خودتون رو ناراحت نکنید. زنت اختیارش داری، اما از اینجا به بعد من باید بیام وسط. کار خودمه، نگران نباش. دوست اینجوری نمیشه. دختر باید بزرگتر داشته باشه. من نتونم بچه مادم کنم، من نیستم. بابا با زهر مار، بابا با کوف، بابا با درد، بابا با گوله دودم. تو مگه دستم بهت نرسه؟ از شوهرت پا شدی طلب مهریه کردی؟ غلط کردی، غلطم خوردی. ببین شوهرت میاد خونه، دست به سینه وای میستی، کلفتشو میکنی، نوکریشم همینطور. یعنی اگر شوهرت تو رو برد کنار باغچه، سرتو مثل گنجیش جدا کرد، آخ نباید بگی، چه برسه ناله کنی. فهمیدی چی گفتم؟ یک کلام ختم کلام. یک بار دیگه بشنوم، از این غلطا کردی من میدونم و تو تمام. تموم شد. تمام. اعصاب واسادم نمیذاره. همه چی مو ریختم. دختر اینجوری دختر بزرگ کردم من. آخر هفته همونجا بمون. میخوام بیایم با هم بپریم توی استخر، یک بادی بخوره کلم آب بخوره، شاید آدم شب شاید میزون شم. قدمتون رو چش پرویز خان. از خیر اون ملکم گذشتم، نمیفروشمش تا بیام چه گلی با سرم. هرچی شما سلامت. تو کار زندگی نداری؟ یه هرچی میخواستی بگی گفته دیگه. بله. چیزی که نمونده گم شما. بله رو کار زندگی داریم. پاشو برو اون در با موندن پای سرت محکم ببند بدونم رفتی. بچه بودیم بابامو میگفت بپر، میگفتیم چمت، بس نمیکردیم هر چی زده بودیم پرید.
حالا برشی داره گریه میکنی. نباید پای بابامو میکشید بسر. مردا همینن. تا پای حق و حقوقی یه زن به میون میاد به هر کاری دست میزنن تا از زیرش در برن. باشه ولی نباید به بابام چیزی رو. حالا گفته چیکار کنی؟ دلم خود با همین دستوی خودم خفش کن. بذار حق و حقوقتو بگیری، مهریتو که گرفتی هر کاری دلت خواست باش بکن. بانجارا تو باید به من کمک کنی. من به تو کمک میکنم، قول میدم. الانم فکر نکن که تو شریک من نیستی. تو شریک منی. من فقط امیدم به توه. الهی من فدات بشم. رنا جون من یه بار جدید برام اومده. یه 3 تومن پول نیاز داشتم. بعدم میذارم به حساب شرکت. باش. کارت من. ممنونم ازت. رمزش چنده؟ خدایی سیاوش، تو اگه یه دوست عین من نداشتی میخواستی چی کار کنی؟ هیچی، بدبخت مثل آدم میرفت زندگیشو میکرد والا. شما دخالت نکن. رامین دو دستی داری زندگی رفیقتو با آتیش میکشی، اون وقت به من میگی دخالت نکن؟ بابا رباب خانم، زن من همه مهریهش گذاشته بود اجرا، سکه 2 میلیون تومنه، آخه من چی کار میکرد؟ زن و شوهر شریک زندگی هم هستن یا نه؟ هستن. مگه نباید تو همه مسائل زندگی پشت هم دیگه باشن؟ باید باشه. ببین من مطمئنم تو اگه بری راستشو به زنت بگی اون مهریهشو میبخشه، تازه فکر کنم کمکت هم بکنه. ایشون داره درست بگی. سیاوش، یعنی تو مهریتو به اجرا نمیذاشتی؟ اصلا. یه چیزی بگم؟ بگو. یعنی بگم دیگه. بگم چرا رو انداختی؟ خب هرچی میخوایی بگو، ما که خورده پوردهی با هم نداریم. سیاوش، این خواهر منو میبینی؟ بله دارم الان میبینمش. تا حالا دوبار ازدواج کرده؟ با مهریه اولش یه خونه خریده؟ نه. مهریه دومش هم گذاشته بانک و در سودشون. بوغنی؟ تازه دوبارش هم خودم گرفتم براش. رامین خیلی بیشوری. الهی لال بمیری، الهی اون زبونتو عقرب بزنه. چرا جلوی من این بند خدا رو ضایع میکنی؟ اشتهای ما رو هم کور میکنی. این خواهر من با این چیز ضایع نمیشه. فقط رفت خونه، محشم، اینی مرد باش. مرد؟ از غذا تو بخور. رانا جانم بیا. سلام عزیزم. خسته نباشی. شیره اونقدر خرید کردی؟ مگه رانا مرده؟ اختیار داریم. یه مرد باید در خونهشو با پا وا کنه، با پشت پا ببنده. نه فرمایین، مرد باید فرمون بده، زن فرمون برداری کنه. تا شما دست و روتونه یه صفایی بدی من فسنجونو میکشم. فسنجون؟ بله. تشیشینم آماده؟ اونم براتون آماده میکنم. رامین الهی قربونت برم. من حل واسه یه دقیقشه، مثل مو نرم شده، میز چیده، فسنجون درست کرده، حتی یه اوزایی. بابا من زندگیم تو مشتمه. یه خوله بیشتر دقت کنه بیشتر بهتر میشه. الهی دستم بشکنه چشم. شما لطف کن لیست غذایی که دوست داری به من بگو، از فردا همونا رو برات درست کنم. فعلا خستم، باشه برای فردا. الهی رنو فدات بشه، منم با این خستگی چه چیزا که ازت نمیخوام. فقط یه چیزی میخواستم بهت بگم، موندم بگم یا نگم؟ بگو. خسته ای که من مندازه حرف تو خسته نیستم. مطمئنی؟ بگو. یادته چند روز پیشا چی از من خواسته بودی؟ نه، همیشه از شما یه چیز خواستم، اونم اینکه با من مهربون باشی. الهی دورت بگردم، مگه من با تو مهربون نیستم؟ فقط باید یه خود شدتشو بیشتر کنیم. آخه چشم، ولی حرف من یه چیز دیگه است. مهریه؟ مهریه؟
الهی من پیشمرگت بشم اگه از تو مهریه بخوام. دیگه اصلا اسمشم نیار. منظور من یه چیز دیگه است. کی؟ یادت نیست؟ بابا بگو دیگه، چرا اینقدر حرفو میپیچونی؟ من نمیفهمم به جای خودم. چند وقت پیشا در مورد بچه یه چیزی به من گفته بودی؟ از خورد قربونه برم من. چی؟ این بچه میخواد پدر مادرش رو زودتر ببینه، به این دنیا بیام. میدونی من سعادت اینو ندارم که مادر بچه تو بشم. یعنی مادر بچه تو شدن سعادت میخواد که من ندارم. البته شایدم تو نداری، ولی به هر حال بهتر شما بری یه زن بگیری که من دیگه کلفتی هر دوتونو بکنم. همین. بچه رانی خانم، علیکی بر من نقص بازی نکن. خیلی بهت ارفاق کردم که نزدشم اینجا روزانات بشینی که اصلا ماست کنی. خیلی پر روی. من؟ نه پس من. کی اول شروع کرد؟ تو اول شروع کردی یا من؟ دوم؟ اول. بیچاره، من خواستم امتحانت کنم. آره، با حکم دادگاه. یعنی اینقدر پول واسط مهم بود؟ خودتو چرا نمیگی؟ برای مهریه گرفتن خط گرفته بودی. آقا سیاوش، هوا برات نداره. تو همون موبایل فروشی بودی که سر چهار را سرقفلی داشتی. بابای من زیر بر بالتو گرفت که الان واسه من ارد ناشتا میدی. بابای من تو رو به اینجا رسوند. تو باید مردونگی تو به من ثابت میکردی که نکردی. ولی من زنم ثابت میکنم. مهریه ازت میگیرم. من مردونگیمو ثابت نکردم؟ همه میدونن که من خیلی هم مردم، خیلی هم سر قولم وای میسم. بعدش دومم، من موبایل فروشی داشتم، دزدی که نمیکردم. زبا من بایستا ببینم اینه بابای شما مال فروش که نبودم. جی حرف حق دارم میزنم. بس چه میخواه بابام نکن. همین بابات مال ما رو دیده، اموال ما رو دیده، گفته که از خونهش مالش بلنشیم بریم تو مال خودشون خودمون بشینیم. باشه، حالا که اینطور شد باید بری زن بگیری. میفهمی؟ باید زن میگیرم. بله رهنا جان. چی شد داره شدم رهنا جان؟ شما یه لحظه به حرف من گوش کن. پشو! چرا جیغ میزنی اینقدر؟ من دارم با تو از دل همه عاشقای دنیا حرف میزنم، از عشق حرف میزنم، از مهربانی حرف میزنم. من دارم برای خودت این کارو میکنم. فکر کنم مهریه دادن که کارو یه چک کردم، من روزی 100 تا چک می‌نویسم اونم میکشم میدم به تو. ولی پس فردا خود شما آیا نمیگی که این عشقو به من فروختی؟ این عین ظلمه. شما که طرفدار زیاد دارین آقا، یکی بهتر از من گیرتون میاد. حرف آخرت همینه؟ حرف اول آخرم همینه. دو دقیقه دیگه جوابتو میدم. با دو دقیقه چی حل نمیشه؟ چرا اتفاقا حل میشه. اون بمبی که توسط غذای شما تو معده من رفته الان ترکیده، تمام معده رودم رو ریخته به هم. برم دستشویی برگردم. چچل باباته. بابا چرا متوجه نمیشی؟ من تو عقدنامه‌ام نوشته، خودم میدونم. ببین تو مثل این که اصلا ملتفت نیستی. بذار یه جوری دیگه بهت توضیح بدم. من احمق زمان عقد رفتم یه تعهد دادم که بزنم که چه در قید حیات باشه چه در قید حیات نباشه، هر موقع بخوام برم یه همسر دیگه اختیار کنم، باید علاوه بر مهریه هر اسنادی که به نامه به نام همسرم و به ریا اگر در قید حیات نبود به نام ورثش بکنم. داغ بودم، اشتباه کردم، خر شدی. نه منظورم اینی که خر شدم، نمیدونم خواستم یه جوری برم یه حرف بزنم که اینا مطمئن بشن که من ریگی به کفشم نیست، تابلو باشه که پاک پاکم. ولی من چه میدونستم که اینا این حرف من هنوز ملحقت نشده رفتن پشت عقدنامه ثبتش کردن. آخه کی فکرشو میکرد؟ ببین بیشور، نه اتفاقا بیشور، این دفعه با خود شخص شما هستم که فکر کردی رحمه همینطوری علکی به من میگی بیا برو زن بگیر. رامینو میخواد منو به خاکی سیاه بشونه. بار با اتانبای عملیات جدیدت در پیتت.
خب ببینم لعنه، تو همه فکراتی کردی؟ کردم. هی تو چشای من نگاه کن، تو میخوای همه مهریتو هم من بگیری؟ همشو تا قرون آخرش. یعنی تخفیف هم نمیخوای بدی؟ مهریه حق زنه. باشه، حق تو میدم، زنم میگیرم. البته اگه بهت بدن. میدم، خوبش هم میدم. فقط یه خواهش، شرط و شروط همو گفتم، دیگه اینجا کلی بازی در نیاری. من انقدر جنبه دارم که شرط تو رو بشنوم و هیچی نگم. خب پس زن میگیرم. چی شد؟ تا پای شرط و شروط اومد بلند شدی؟ دو دقیقه بهم فرصت بده. آهان، همون بمبی که توسط قضا اومد تو معده من ترکید الان تو شما هم ترکیده؟ خیلی هم دلت بخواد. بابا کچر الو ماندانا، میبینی چه مرد وقیحیه؟ میخندی؟ من دارم منفجر میشم. خیلی خوب، حالا میگی چیکار کنم؟ قبول. باش بابا، این چه وضعشه؟ دارم ریلکس میکنم. آفرین آفرین، چه زن متمدنی. دیگه چی؟ دیگه سلامتی، خیالت راحت راحت باشه، خودم میرم زن پیدا میکنم. نه بابا، تو گلوت گیر نکنه. نه اصلا جای نگرانی نداره. خیلی خب باشه قبول، ولی اگه بری پیش بابام چغلی کنی من میدونم با تو. باشه، هرچی بین ما زیر همین سقف میمونه. رهنه اتصالی نکرده به یه جایی که نباید فشار بیاره داره فشار میاره. خدا کنه اتصالی کنه. جان استاد فرومتنی، مثل آدم یاخه، فوکی مگه اینجوری میپره تو آب؟ مخلصه مرویز خانم، گفتم یه خودی نشون بده. شما خودت قبل از این نشون دادی، لازم نه اینقدر جنگولک بازی در بری. اوضاع چطوره؟ بد نیست، مشغولی. اوضاع با رعنا چطوره؟ عالی، بهتر از این نمیشه. ببین دخترم تو هم دوم آدمی رفت تو مخه تا تهدیدش کن، بگو میرم زن میگیرم. حالا خودت خفه نکن. اتفاقا اونم من همین رو میخوام. چی میگه؟ نه منظورم اینه که میگه بریم سر زندگی و بشیریم سر زندگی. یعنی یه نسلی هست این آقا بالا سر توجه نکنه به زندگیتون؟ کنیتکس مالیدین رفتین. آقا شکرتیم، بریم بالا، بریم بالا تو. بریم چی گرفتیم؟ بریم یه چای نماد بهت میدم ردی بشه. به به پرویز خان، به به، چای تازه دم برات آوردم، یه نبات هم انداختم توش، دو تا نبات کمکی هم آوردم. دست درد نکنه، به موقع آوردی، سردیم کرده بود. جدی؟ شما گرمیت هم میشه؟ نه معمولا سردیم میکنه. آها میگم سیاوش جانم، الان تو آب فکر میکردم میخوام با شریکم صحبت کنم. این مجتمع که داریم میسازیم، کارهای چوبی و دکورشو تو انجام بدی، کی بهتر از تو؟ پرویز خان، شما که همیشه به من لطف داری، فقط الان من چند تا پروژه تموم نشده دارم. یه رو حرف من حرف نزن، ناز داری میکنی؟ منت دارم میذارم سرت. یه بعد از ظهر هماهنگ میکنیم با شریکم، میام اونجا دفترت قراردادو مینویسیم، میریم دنبال کارمون. تو هم کارتو انجام بده. دفتر من؟ دفتر تو. باش چشم. آی سیاوش، قلبم گرفت. آخه تو چرا انقدر وحشی هستی؟ چرا انقدر انفجاری کار میکنی؟ پرویز خان،
سهراب زنگ زده بود میخواست بیاد اینجا. خبر خوشت سهرابه؟ ولی من بهش گفتم که شما میخواین ریلکس کنید، گفتم نیاد بهتره. خوب کار کردی، حوصله ریختش ندارم. دوتا بنز وقتی پارک کردن یه وانت که نمیاد رو برو بوک بزنه. فقط یه چیزی براتون زغال فرستاده، گفته که اینا نمونه است، فلش هم هست. این زغال سهراب فرستاده؟ بارکالله. بی معرفت صندلی که بود صداش میکرد یه چایی با هم میخوردیم. اه وانت گفتی؟ وانت کدومه؟ این آدم آینده داره، ذکاوت داره. اینو ببر. نه اصلا نبر، بده خودم میبرم، میدونم کجا بود. باورت نمیشه. بگو. سلام، خیلی خوش آمدید. مرسی. بفرمایید. متشکرم. چیزی که نیاز است برات میارم. خوش جانت. رانا سیاوش تقاضای مهریه کرده. واسه چی؟ چه میدونم. تو ناسلامتی دانشجو رشته حقوقی باید بدونی. نه اینکه خودت نیستی. چی بگم؟ ولی یه چیزی خوب میدونم. آقا سیاوش اولش موافق ازدواج من با تو بود، اما الان مخالفه. حتما به خاطر ماجرای همین مهریه است. ما باید بهشون کمک کنیم. آقا سیاوش یه چیزایی رو پنهان کرده. کاملا موافقم. خدماتتونم روی هتل 4 ستاره است، مرکز شهر، به همراه صبحانه، ترانسفر فرودگاهی و یک گشت نیم روزی. به همراه لاغر. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام حال شما خوبه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. اینجا مستقیما بهش می‌برن. چه خبر؟ چیکار کردی؟ هیچی بابا. قرار شد خودم انتخاب کنم. ترشی نخوری یه چیزی میشه یا؟ جان من خیلی خوب حرف می‌زنی. ببین از حالا آقای وکیل وارد میشه. یه بازی خوب میخوام برات بچینم. سلام. سلام. چطوری؟ بد نیستم. دوباره که قیافت این ناله هاست. یه خبر جدید. دوباره چی شده؟ سیاوش یه کیس پیدا کرده واسه ازدواج. آخه شوهر چشم و گوش بسته شما. خب حالا که چی؟ انا چی کار کنم؟ هیچی. اون میخواد ببینه ریاکشن تو چیه. بعد قیافه آویزون اومدی پیش من؟ خیلی محکم میری میشینی اونجا انگار نه انگار. میای اینجا با هم دیگه حرف میزنم. اگه شوخی شوخی جدی بشه چی؟ مطمئن باش که شوخی شوخی جدی نمیشه. می اینجا کارت دارم. یه ضرب المثل روسیه که اغلب اونهایی که دست گل میخرن حتما دست گل به آب دادن. گل از این زشتر نبود؟ از این گرونتر نبود. خیلی خوبه آقا سیاوش، خیلی خوبه که این اتفاق افتاد که ما همدیگر رو بهتر بشناسیم. البته من تو رو بهتر بشناسم. ببین اگه میخوای از اول جرزنی کنی نمیشه رنا، مگه مهریه تو نمیخوای؟ را بیافریم دیر شد. بیچاره ها منتظرم. حالا دختره کی هست؟ یه بنده خدا. ببین سیاوش، اگه بخوای اینجوری پرت و پلا جواب منو بدی پا به اونجا نمیذارم. خب همه داد و بیداد نداره، دختر یکی از همکارامه. دختر همکار شما اسم نداره؟ هانی عسل. منظورم اسمش عسل. اه چه اسمی؟ اسم از این قشنگتر نبود؟ چقدرم که به هم میای؟ آقا سیاوش، عسل خانوم. داری گیر میدی رنا، داری گیر میدی، قشنگ تابلوه. حالا چند سالش عسل خانوم؟ سنش بالاست. میدونستم. حدود 20 سال. خوبه به سن قانونی رسیده. تا
ببین شما هیچ چیزی اصلا متوجه نیستی رهنا جون. من که خواستگاری نکردم، پدرش هم من خواستگاری کرد. این دوتا مسئله جداست. چه پدر روشن فکری. آخ که از مامانش نگفتم برات، استاد دانشگاه. منو که خواهرت معرفی نکردی. نه عزیزم، شما رو همسر خودم معرفی کردم. اگه یه خودم رند و روی جگر بذاری قشنگ میرسیم اونجا، خودت همه چی میبینی. خیلی خوب، ببینیم و تعریف کنیم آقا سیاوش. ببین فقط رهنا، سر من لختی نداره. چرا داره؟ جدی میگی؟ ولی به جهنم که لختی داره. تا پیکنگ بردم. خوب خوب. جاده یه حماقت مقصد نداره، خواستگاری با حضور همسر. فکرشو بکن، حالا تماشا کن. حالا بفرمایید دهنتون شیرین کنی. خواهش میکنم از این شیرینی ها میل کنید، عسل خانم ما خودش درست کرده. جدا؟ البته مدرک بین المللی آشپزی هم داره. حالا کاش شما ما رو قابل میدونستین واسه شام میومدین که دستپختش هم بچشین. خیلی حیف شد. عسل خانم ما به 4 تا زبان زنده دنیا مسلط و کامله. این روزا هم تمام وقتشو داره تو این کلاسای زبان انگلیسی به سر میبره. ماشاءالله چه بااستعداد. آها چیه؟ پس انگلیسی میخونن. انگلیسی رو که از 3 سالگی یاد گرفته. الان بعد از زبان فرانسه دارن آلمانی و اسپانیایی هم یاد میگیرن. اوف. دیگه احتیاج به مترجم ندید. البته فراموش نکنیم من نباید از دخترمون تعریف بکنم. همین که آقا سیاوش داره تجدید فراش میکنه و امشب هم خانومش همراهشه، از همه چی بهتره. آقا سیاوش خیلی لطف کردین. خانم مرسی که ما رو قابل دونستین. اصل فکر کنم با این وصلت خیلی احساس افتخار میکنه. من امشب خیلی خوشحالم. خانم باید چی کار بکنم؟ هیچی، شما به خودت مسلط باش. بهتره که اینقدر تعارفتی که پاره نکنین و بریم سر اصل مطلب. بریم سر اصل مطلب. مهری و این حرف اصلا برای ما مهم نیست. احسن، جای پرویز خان اینجا خالیه. موضوع اینه که امشب اینجا داری یک وصلت خوب و عالی داری شکل میگیره. و اینکه ما یه باغ داریم تو شمال که میخواییم تقدیم آقا سیاوش کنیم. دستتون در نکنه. البته منم یه هدیه ناقابل براتون در نظر گرفتم، یه جفت ساعت تمام طلا. یکی برای شما آقای سیاوش، یکی هم برای رعنا خانم. ایشالله که مبارکتون باشه، قابلتون رو نداره. بفرمایید، اینم ساعت طلا. باز بگونم. ما سعی میکنیم مراسمو توی شمال برگزار کنیم. لباس عروس هم که از فلورانسه و لباس آقا داماد عزیز ما از ناپل. من رو ناپل خیلی حساسم، هستم که لباسم از ناپل باشه. ما اصلا هم گفتیم دیگه کجا بهتر از سواحل مدیترانه. یه صدایی و هم میری مدیترانه. به من دهنه تو، چقدم که به خونه زندگی چون این حرفا میاد. ببخشید، منظور من از اصل مطلب خود عسل خانوم بودن. ایوا ببخشید، راست میگین، الان صداش میکنم. عسل جون. هانی بابا، اسم خارجی عسل. عسل جون بیاین دیگه، مهمونا منتظرن. تازه اصل خانم اومدن. بلند میشی یا جمعت کنم؟ رهنا خانم چی شد یه خواهی؟ این چی ما باید بریم؟ ما باید بریم. من کاری کردم ناراحت شدی؟ نه سیاوش! باشه بابا.
خانم گفتم مایه بذارید. نه دیگه اینقدر زیاد. زن بدبخت سکته کرد. حالا چرا سر من داد میزنی؟ خوبه همه برنامه رو خودت چیدی. آقا رامین این چه کاری آخه؟ بلند شو برو به کار خودت برس. باشه پولمو بده میرم به کارم میرسم. دهاتیا با اون خونه زندگیشون خیلی پر رو بودن. بابای بی غیرتشو بگو. ببینم مامان اون استاد دانشگاه بود، اون که از زنای چاله میدونم بدتر بود. خیلی پر رو بودن. نمیدونم چه جوری میخواستن دختره یک بیریشون رو قالب شوهر من بکنن. اصل ببند کمنده تو. چی؟ آهانی ببند کمند. رانا عزیزم ببند کمربنده تو، خطرناکه. نه 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 یار مهربونم رفتی سفر. ببین بیا یه خورده بزن اینجا، یه خورده لختی دارم جان من، دل به کار بده. امروز اصلا دست و دلم به کار نمیره. بابا میگم یه خورده لختی دارم بزن جون من، تو بمیری خیلی کار دارم. خودت بمیری بگی بشین کارت دارم. بابا میگم کار دارم من. به تمرگ. سیاوش جانم، من امروز باهات میخوام بیام سر کارت. چی شد شما یهو حواس کردی بیای سر کار من؟ برای اینکه من اصلا از کاربار تو خبر ندارم. امروز میخوام بیام سر کارت ببینم چه خبره. اجازه بده شما هیجان زده شدی سر ماجرای عسل خانوم. هیجان زده شدی. مرده شور عسلو ببرن. همینجوری میخوام بیام. یعنی مرده شورشو نبرن؟ ببرن. ببرم. ببینیم رنا، من خیلی وقت میخواستم به یه دلایلی با تو یه صحبت کلی بکنم، ولی به دلیل یه سری مسائل نشد که اون صحبت بکنم، ولی به دلایل مسائل مهمتر میخوام این صحبت با تو انجام بدم. مثلا؟ صفر تا صد همه زندگیمو میخوام امشب برات سفره کنم بچینم. ولی من تا شب دلم هزار راه میره. نره هیجان زده نشو، شب همه چی برات میگم. ولی من هیچ وقت یادم نمیره که تو این لختی منو نگرفتی. مردشور اون لختی تو ببرن. شب زود بیا. سنگین باید این هفته تموم میشه. آره اینا الان نکنات بزنه دیگه. بالا رو باید پول جمع کنم. تفکیر به ته دیگ رسیده. پول جور میشه انشالله. انشالله. میگم عالی آقا کار تموم شد بریم خونه من یه استراحتی کنیم. خب خونه ما هم هستش. نه در جریان نیستی. این دوماد دومیه یه زغال آورده آقا لیاقت. اصلا باید باش عکس بگیره. خوشگل. بریم دیگه. میریم. فقط شما که غریبه نیستی این روزا یه خورده حالم گرفته هستش. سیاوش دومادم مثل که اوضاعش بد شده. دختر منم اهل درک نی، مثل سگ و گربه افتادن تو جون هم، حالمو گرفتن. چطوری شده؟ سیاوش با کی شده؟ طوری که مثل که اوضاعش به هم ریخته به لحاظ اقتصادی ها. تودارم هست، منم نمیدونم چجوری تحتور کارو در بیارم. من در میارم یک روزه. این کارو میکنی؟ برای در میارم عالی. قربون شکل اومد، میدونم که دارم باهات در دل میکنم. جنس تو میشناسم، فقط به این خاطر میخوام تعطوی کار در بیاد که بتونم جمع کنم کارو، گندشون در نیاد. خیالتون راحت با من. بسپارش با من. قربون شکل اومد. بساط درست الان؟ الان درست. بریم یه شارژ 75% بگیریم. بزن بریم. بریم. بریم.
علیکه سلام، مخلص کلام. هنوز انقدر بی‌غیرت نشدم. حرف تو بزن و زحمت کم کن. چشم. بفهم. پرویز خان، آقا سیاوش ورشکست شده. از شما هم پنهان کرده. زندگیشون با رنا خانم داره به هم می‌ریزه. جدی میگی اینا رو؟ آره آقا جون. رنا هم داره لجبازی می‌کنه. خب شما هم باید بدونین دیگه. ساده این. من ریز کارا رو دارم، همه رو هم خبر دارم. اصلا نگران نباشید. به من میگن پرویز خان برگ چغندر که نمیگن که، ولی همین که جوهر و جنم دارین و به فکر خانواده این، ده امتیاز پیش من دارین. حالا هم زحمت کم کنین، چشم از اون ویلا ور ندارین، امشب قاله کارو میکنم. بفرمایید اون در 20 تا هم محکم ببند که بفهمم رفتید. باش، خداحافظ. یعنی تا میاد شارژم 75% بشه اینا رو میبینم میافته رو 10%. همین که زغال شد. نشد ما خلفت کنیم. رامین، رامین چیه؟ هی دستتو گذاشتی، هی زنگ میزنی، هی زنگ میزنی. سلام رو خانم، ببخشید رامین خبر دارین؟ الهی بی رامین بمونم که هرچی میکشم از دست این رامینه. چرا؟ مگه چی شده؟ اومدن کتبسته گرفتنش بردنش هلفتونی. برای چی؟ آقا قمارباز بوده، من نمیدونستم. همه زندگیشو به باد داده. مامورا فهمیدن، افتادن دنبالش گرفتنش. رامین قمارباز بوده؟ قمار تو سرش بخوره، همه پولای منو به باد داده. هی گفت میخوام واسه سرمایه گذاری کنم، هی اومد ازم پول گرفت، هی اومد ازم پول گرفت. اصلا فدای سرم که بردنش زندان. همه مهریمو به باد داد. مهریه شما؟ سیاوش هی بهت گفتم به حرفای این ذلیل مرده گوش نده، برو سر زندگیت. این مارمولک همین جوری مهریه منو از شوهرم گرفت. حالا نگفتی مهریه زنت چقدر هست؟ چی؟ مهریه زنت چقدر بوده؟ جان چته؟ مثل اینکه حالت خوب نیستا؟ نه اصلا حالم خوب نیست. پس برو مواظب باش خودتو نندازن تو هلفتونی. بفرمایید. بفرمایید. معمولیت انجام شد. بفرمایید. بفرمایید. آخ که تو تنها عشقه دل دیوونه میام، به چجوری بگم عمرم جونمی. آخ که نمیشه یک دم از تو دور بمونم. وای که چه خوب قلبت شده آشیونم. آخ که تو تنها عشقه دل دیوونمی. آخ که چجوری بگم عمرمی جونمی. آخ که نمیشه یک دم از تو دور بمونم. وای که چه خوب قلبت شده آشیونم. که صدای تو رو از من بگیرن، بدون آفتاب میتابه حتی اگه همه یه پنجره ها هم بمیرن. با چشات دنیا رو میبینم، انو عشق تو تنها پناه جونمه. واسه من تعبیر عشق همینه که دست تو تا همیشه روشونمه. آخ که تو تنها عشقه
دل دیوونمی، آخ که چجوری بگم عمرمی جونمی، آخ که نمیشه یک دم از تو دور بمونم، وای که چه خوب قلبت شده آشیونم، آخ که تو تنها عشق دل دیوونمی، آخ که چجوری بگم عمرمی جونمی، آخ که نمیشه یک دم از تو دور بمونم، وای که چه خوب قلبت شده آشیونم. الهی بمیرم برام، چقدر اذیتت کرد دیگه، همه چی باید برام راستش رو بگم دیگه، بازی تموم شد آقا سیاوش، بازی تموم شد. پیام اخلاقی این داستان اینه که وقتی ورشکست میشی دو تا کار رو نباید بکنی، از خانوادت پنهون نکنی و به هر کسی هم اطمینان نکن. آدم هر روز ممکنه ورشکسته بشه و بعدش دوباره موفق بشه، اما بعیده یه خانواده داغون شده رو دور هم جمع کرد. ورشکست شدن یک چیزه، سلام. بیچاره شدن یه چیز دیگه. سیاوش من اشتباه کردم. نه من اشتباه کردم. نه من اشتباه کردم. نه من اشتباه کردم. نه من اشتباه کردم. باش تو اشتباه. من اشتباه کردم؟ بابا من که خودم دارم میگم من اشتباه کردم. بس دیگه. چشم. ببین من اصلا باید پیش دیگه اعترافی بکنم. خیانت کردی؟ نه نه اصلا ذهنت اونوری نره عزیزم، ذهنت اینوری بیاد. ببین این چند وقته خوب بازار اصلا ثبات نداشت دیگه، دلار یهو کشید بالا دیگه نکشید پایین، به خاطر همین تامین کننده هم دیگه چکی نمیدادن، فقط نقدی میدادن. چکای قبل هم بود، بعد اینور مشتریان کارشون کامل نشده بود، اونام دیگه به این پول نمیدادن. این وسط چی شد؟ تمام چکای من برگشت خورد، من ورشکسته شدم، الانم دنبالمم. پس چرا از اول به من نگفتی؟ خب تو تصوری که هم من داری یه آدم سیاوش خوشتیپ جذاب با کلاس پرقدرت پرپوله، من نمیخواستم آبرون پیش تو بابات پر هنوزم مهریتو میگیری؟ من خیلی آدم احمقیم، این همه سال تو رو میشناسم فهمیدم مشکل داری، من خیلی احمقم. حالا گریه نکن، خودتو نزن، هیچ کار نداره. ببین فقط مهریتو میگیری؟ نه نمیگیرم. زغال فروشم اومد. سلام. چی شده رانه جونم؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده آقا سیاوش؟ چیزی نشده، یه مسئله در اون خانوادگیه. ما باید با شما دو نفر صحبت کنیم. آقا سیاوش شما با دروغات، رانه خانمم با بیفکری داری زندگیتون رو دستی دستی خراب میکنید. من و ریحانه همه چی رو میدونیم. آفرین، اون وقت چی میدونیم؟ ورشکست شدی؟ نه بابا، خیلی زود اومدی، زودم داری میری. من خودم همه چی رو به ریحانه گفتم. هیچ چیز پنهانی ما نداریم. ریحانه جون ببخشید، من اشتباه کردم، ورشکست شدم، همه رو هم جبران میکنم، ولی تو هم باید آخر شیطون بیای پایین دیگه. من از اولش هم نمیخواستم ازت مهریه بگیرم، ولی از خدا بیخبری نشست زیر پام یه چیزایی گفت، منم باور کردم. سیاوش من دوستت دارم. فقط دوستم داری؟ مهریه هم نمیخوام. مطمئنی؟ یعنی تا آخر اون برام میزنی تا پی؟ پر. پس اینجور هم درسته میکنی؟ اصلا نگه درست نمیکنم. نری دستشوی نظر دوستشه. خودت نری دستشوی نظر دوستشه. زرنگ فکر کردی فقط خودت بلدی آدم رو امتحان کنی؟ اوه جه نزن ها. امتحان تو خیلی سخت بود. بابا امتحان تو هم خیلی گرون بود. بسته دیگه بابا. بهم تو بقیه حرفاتون اونجا بزنین. دو ساعت اینجا وایسادین زشت جلو در همسایه. داد نزن، صدا تو بیار پایین. بفهمید اول شما بفهمید. بفهمید راه نکن. بعدم شما وایسا. آدم هر روز ممکنه ورشکسته بشه و بعدش دوباره موفق بشه. اما بعیده یه خانواده داغون شده رو دور هم جمع کرد. ورشکست شدن یک چیزه، بیچاره شدن یه چیز دیگه. حالا با خیال راحت تر زندگی کنید. نه تو بمیری اگه دروغ بگم، میگم همه داستانا حل شد. شما چه کشی بکش. خداحافظ.
بعد میبینم اول کاری به باز دادن افتادی. خواهش میکنم، اختیار داری. خواهش میکنم. یعنی اینقدر رفت اومد تا مهرش به دلم نشست. آخه سیاوش جون در روی پاشنه نمیچرخه، ما هم پشت آب گیر نمیکنه، بالاخره میاد بیرون. تو خیال میکنی تو داری و پنهان کردید کسی متوجه نمیشه. بل. آدم گذاشتم ریز کار رو هر روز گزارش میکنه. یعنی که اینجوری نباشه که پرویز خان نیستم بفهم برگ چقنده رفت. واقعا باید پرویز خان ممنون باشی. نه بابا، شما نمیخواد اول کاری تو کار منو پرویز خان دخالت کنی. شما حواست به کار خودت باشه. من همینطوری روم نمیشه تو صورت پرویز خان نگاه کنم. عزیزم، عزیزم توجه کن. شما اگه زودتر مقر میمدی راحت تر جمع میشد، گندش در نمیومد. این حرفی هم که زدی دیگه نزنی ها. ما یه خانواده ایم، شما مثل اولاد من میمونی. دو تا دختر داشتم، دو تا پسرم خدا بهم داده. تموم شد. همه هزینه و خسارتو دارم میدم برای که راحت زندگی کنید. اون باید بزنه بده بهش. بده بهش را بیافه بودم. میگم راست گفتن ها که این زغال خوب از اولاد خوب بهتره. زغاله قبلی من کجا گرفته بودی؟ من نکنم. عالی بود. عالی. آقا جون آماده شد؟ آماده است. خب یه دستی کمکی. ای بابا خود برای ریحانه میزو میچیدیم. چطوری؟ رحمه خانم ببین، میخوام صادقانه ترین اعتراف قرنو بهت بکنم. نه اصلا حرف نزن. سیاوش بهم یه قولی بده. چه قول؟ دیگه به من دروغ نگی. ببین شما از این به بعد یه سیاوش متفاوت میبینی، با یه زندگی جدید. هر چی بخوای در اختیارت قرار میدم. نه اصلا من هیچی نمیخوام. نه جنگل میخوام، نه مازراتی میخوام، هیچی نمیخوام. فقط دلم میخواد مثل قبلنات بشی. چش. شما قول بده یه خونه حواست به این شوهر بدبختت باشه دیگه. حواسم نیست. چرا؟ به لختی های سرم حواست بود، ولی به خود من حواست نبود. خیلی پرویسی ها. ولی حالا مریه رو میبخشی؟ نه جانه من اصلا ببخش دیگه. این روزای جور